فی. این رو من ننوشتم برای اینکه اگر اینجور بنویسم ممکنه که توی این شما اینتراکشن ببینین. مثلا اگر یه جمله ای داشته باشین Q1 منهای Q2 این چیز دیگه اینتراکشن گرانشیه دیگه نه؟ و اگر اینطور باشه ذره یکتون با دو اینتراکشن داره. من اینجور اینتراکشن ها رو میذارم کنار و به این خاطر این رو به این صورت ننوشتم. نوشتم برای هر QI وی آی نوشتم. خیلی حالا اگر این همیلتونیه من معادلات همیلتون دینامیک کلاسیکشن رو می‌نویسم. همیلتونی رو دارم، معادلات همیلتون کافی برای من. دلتون میخواد معادلات نیوتون رو بنویسین، فرقی نمی‌کنه. ولی من بذارین بنویسم Q dot I مساوی dH به dPI و P dot I مساوی دیه منهای dH به dQI. آی هم فراموش نکنین، یک تا سه یه قانون حرکت. حالا و اینه که هراس داریم بریم سراغ حل این معادلات. خب حالا یه مسئله دیگری مطرح میکنم. این ذراتی که توی هر کدام از این نسخه های این انسامبل هست یک خاصیت مکانیکی ممکنه با خودشون همراه بکشن. مثلا شما بپرسین که مومنتوم ذراتی که این تو هست در امتداد اکسال چقدر؟ مومنتوم ذراتی که این تو هست در امتداد اکسال چقدر؟ یا انرژی کلشون چقدر؟ انرژی سینتیکشون چقدر؟ انرژی پتانسیلشون چقدر؟ وقت فرض کنم که یه خاصیتی مثل F تابعی از QI تابعی از F تابعی از T و QI و PI هر کدوم از این میکروحالت ها با هم با خودشون یدک میکشن. خب یه T اینجا گذاشتم که به طور صریح میگه این F چگونه تغییر بکنه، ولی خود این کیوها و پیها هم تابعی از تی هم دیگه نیست. اینجا الان دارم چیکار میکنم؟ بستگی زمانی اینا رو پیدا میکنم دیگه. بپرسم این در طول زمان این اف چطور تغییر میکنه؟ خب یکیش یه بستگی اینجا میبینم، بنویسم df به dt. یه بستگی هم اینجا می‌نویسم، بنویسم چی؟ dq i به dt بعد df به dq i. یکی هم اینجا میبینم به علاوه dPI به dT
add df به dpi. حالا به کتاب مکانیکتون نگاه بکنید و اونجا پیدا خواهید کرد آقای لیوویل میگه که این مساوی با صفر، این تغییرات بعد در فضای فاز برای چنین تابعی مساوی با صفر. این همین داستان اینه که مسیرها در طول این ذره همدیگر رو قطع نمی کنن، همونی که به این صورت در آمده و ما یه تصور فیزیکی ازش داریم که معالن به این صورت. این مسیر تغییرات F. ببینید F یه خاصیتی از این انسامبل هاست، تابعی از T, Q, I, P, I. اون وقت این مسیر F بر حسب اینکه Q, I, T, I چطور تغییر کنه. اون وقت چون مسیرها همدیگر رو قطع نمی کنند، این df به dt باید صفر باشه. این رو به کتاب گولدستاین تو نگاه بکنید، اونجا استدلال دقیق‌ترش رو پیدا خواهید کرد. ولی از این نشأت میگیری که مسیرهای نماینده دستگاه همدیگر رو قطع نمی کنند. از اونجا نشأت شد. این قضیه لیوویل. اگر سیستم در تعادل باشه، تعادل ایستا داشته باشه، این df به dt هم ممکنه صفر باشه. یا قبل از اون بذارین این q dot اینجاست، p dot هم اینجاست، جای گذاری بکنم بعد حرف بعدیم بزنم. df به dt اول بذارین df به dqi رو بنویسم، بعد dh به dpi به جای این نوشتم، منهای df به dpi بعد dh به dqi. به این صورت بنویسم. این رو باز به کتاب گولدستاینتون نگاه بکنید. برای آسون نویسی حتما کار این پواسون بوده. پواسون براکت F و H. از اینجا تا اینجا با این براکت نشون دادم. این با براکت درک بیشباهت نیست. اتفاقا پاسم براکتی که درک برای اینکه شرودینگر ببخشید. شرودینگر مکانیک کلاسیک رو بکنی مکانیک کوانتومی میگه که پاسم براکت عوض بکنی با براکت درک. و اون وقت کوانتومی میشه. خب. حالا اگر این T اینجا نباشه، من این معادله رو میتونم اینطور بنویسم. اگر فقط Fی داشته باشم به QI و PI بستگی داشته باشه، وقتی F به DTش میشه پواسان براکت F و H مساوی با صفر. این حالت ایستا را نشون میده. و حالتهای ترمودینامیکی ما فرض میکنیم که تغییرات زمانی بزرگ مقیاس نداره. و به درد این افا به درد نشون دادن حالتهای ایستای ترمودینامیکی باشن. به این خاطر اینها رو دارم میگم. ببینید
statistical mechanics. کلمه مکانیک اینجا هست. این مکانیکش مکانیک ذرات تشکیل دهنده است. و این مکانیک از این مکانیک گلدستان پیروی میکنه. و بنابراین اینا رو باید دم دست داشته باشه. و حالا اگر چنین حالت اینو بگیم static state ها static state بعد این f بستگی زمانی صریح نداشته باشه خب این معادله جوابش خیلی آسونه در این حالت هر ثابت حرکت جواب اف میتونه باشه اگر حالت استاتیک دارین این اف میتونه جواب هر ثابت حرکت باشه سیستم دینامیکی یه چیزای ثابتی داره مثلا انرژی ثابت اگر داره دورش میچرخه انگلر مومنتومش ثابت اگر جدا هست نیرو خارجی بهش وارد نمیشه یا نیروهای مرکزی فقط بهشون وارد میشن انگلر مومنتوم ثابت خب اینا ثابت های حرکت هم. ممکنه بگردیم و خیلی بیشتر از اینا پیدا بکنیم اگر به سیستمتون نیرو وارد نمیشه مومنتومش ثابت مومنتوم کلش ثابت درسته خب حالا هر ثابت حرکت جواب این معادله است مثلا خودش خود انرژی خود H خود H ثابت در این معادله صدق میکنه چرا؟ برای اینکه به جای اف ایج بگذارین خب این جمله با این جمله یکیه دیگه میرم مساوی با صفر میشه یا هر تابعی از ایج چیزه جواب این مسئله است نگاه بکنید من اگر بگیرم اف ایج هم برابر باشه اینا رو پاک بکنم فعلا F تابعی از خود H باشه. وقت من این معادله رو چطور می‌نویسم؟ خب باید بنویسم اول DF به DH و بعد DH به DQI و بعد DH به DPI summation روی i ببینید f تابعی از h من میخوام اینو استخراج بکنم خب اول از این نسبت به h فاکتور مشتق بگیرم و بعد از h نسبت به qi میشه این جمله اون یکی هم اگر حساب بکنید اونم نظیر اینه به اون وقت مساوی با صفر میشه پس بنابراین هر تابعی از h ثابت حرکت هر تابعی فرض کنید که انگلر مومنتوم اگر ثابته L انگلر مومنتوم باشه هر F از L باز در این معادله صدق میکنید به همین ترتیب میتونید استناد بکنید بنابراین این معادله ممکنه در وهله اول یه خورده وحشتناک به نظر میرسه ولی اقلا این معادله ساده تره جواب های این ثابت های حرکت هست یا هر تابعی از ثابت های حرکت یه خورده مسئله رو ساده میکنه برام بله بر توضیح این صفر شدن شما وارد مکانیک شدید اگه بخوایم ترمودینامیکی بگیم این درست هستش هنوز دینامیک دارم صحبت میکنم ترمودینامیک صحبت نکردم بله بله دارم دینامیک میگم بله خب حالا یه مسئله دیگر مطرح بکنم
ببینم اون چیه. اینجا هر ثابت، هر عدد ثابت هم جواب این مسئله است. اینم یادتون باشه. هر عدد ثابت هم جواب این مسئله است. دو. بذارین به جای ایج دو. نبیش به چی واسطگی داره نبیش. جواب این مسئله است. و این مسئله که میارم بهشون برخورد خواهیم کرد. خب. برم سراغ فضای فازم، فضای پی و کیو، پی آی ها و کیو آی ها. یه نقطه پی کیو در اینجا بگیرم و یه نقطه پی کیو در اینجا بگیرم و یک حجم کوچیکم وسط این پی آی کیو آی اون وقت اون حجم دی پی آی دی کیو آی چپ بادیه دی پی آی سه این بودی. یک الیمنت حجم دی کیو آی دی پی آی گرفتم، مرکزش خود پی آی کیو آی. وقت حالا میپرسم چند تا از میکرو حالت های این انسامبل در لحظه تی در داخل اون حجمن، یا چه کستی از اعضای این انسامبل در یه لحظه تی در داخل اون حجمن در اون نقطه پیک؟ سوال توجه میکنین؟ چه کسری از اعضای انسامبل، هر کدومشون در یه میکرو حالت دیگه نه، چه کسری از این انسامبل، چه تعداد از این انسامبل در لحظه تی در داخل اون حجمن؟ جوابشو چطور بنویسیم خوبه؟ لابد اگر نه؟ من یه الیمنت حجم گرفتم، انتگرال گیری لازم ندارم. خب، پیشنهاد دیگری هست؟ بگیم نمیدونیم فعلا، ولی اون حجم رو من هر چقدر بزرگتر بگیرم، این کسری که سراغش میگیرم بزرگتر خواهد شد یا نخواهد شد؟ اگر اون حجم رو نصف بکنم، تعداد اون عددی که دنبالش میگردم نصف خواهد شد یا نخواهد شد؟ معقوله این فرض؟ خب با چه چگالی میکرو حالت ها بله تو آن چگالی میکرو حالت میخوام تعریف بکنم با این مقدمه که دارم میچینم. بله ببینید سوال number of
micro states fraction, the number. Fraction of micro states in DQ, DP, اون چیزاش ننوشتم. In QIPI, نقطه QIPI. خب این مطمئنن باید برابر باشه با این حجم، متناسب باشه با این DQI DPI خب لابد به اینم بستگی خواهد داشت. این اون این المنت حجم اینجاست، اینجاست یا در کجاست. یه افی هم اینجا بنویسم که این به کیو آی و پی آی بستگی داره. کسری از مایکرو استیت های این انسامبل که در حجم دی کیو دی پی هستن در نقطه کیو پی. به این ترتیب بنویسم. ولی خب این یه تابعی از QIPI دیگه باید در اون معادله لیوویل صدق بکنه، مخصوصا چون بستگی زمانی هم ازش نمیخوام باید در این معادله لیوویل صدق بکنه. یه تابعی از ثابت های حرکت باشه. و اما این چیزی که من تعریف کردم چیه؟ ببین من اگر روی این فرکشن انتگرال بگیرم، انتگرال اف کیو آی پی آی بعد دی کیو آی دی پی آی مجموع هر فرکشنی که دلم میخواد جمع بکنه این باید یک در بیاد دیگه. پرسیدم چه کسری در اون نقطه است. حالا در روی تمام نقاط حجم انتگرال بگیرم باید یک در بیارم دیگه. درسته؟ پس این انتگرال باید یک باشه. وقت اگر این یک باشه من این اف رو میتونم یه اسم بدم بهش. این چگالی احتمال بودن دستگاه این انسامبل در نقطه کیو آی پی آی. پس به این ترتیب یک چگالی احتمال برای بودن در نقطه کیو آی پی آی تعریف کردم اف. انتگرالش باید یک باشه. روشنه؟ نمیخواین صحبت بکنین؟ سوال بکنین؟ حرف بزنین؟ اظهار نظر بکنین؟ اون ساعت درسته؟ آه؟ دقیق؟ آه؟ پنج دقیقه جلو. خب پنج دقیقه شما صحبت بکنین من؟ ها؟ ما دستی معادله گذاشتیم این وابستگی به زمان برداشتیم در واقع. برداشتم برای اینکه خودم رو میخوام محدود بکنم به سیستم های ترمودینامیکی در حال تعادل. استاتیستیکال مکانیکس آره از توجیه ترمودینامیکی و ترمودینامیک هم یه روزی گفتم ما فقط ترمودینامیک حالت تعادل داریم میفهمیم، چیزی به نام ترمودینامیک غیر تعادلی نداریم. یا
زیاد اگرم داریم شما این اصطلاح رو می‌بینید نان اکولیبریم ترمودینامیکس، حتی کتابم با این عنوان میتونید چندین کتاب میتونید پیدا بکنید، ولی آخر سر به بطن اینا که برین میبینید که ما در کویزای ترمودینامیک اکولیبریم داریم بحث میکنیم. تغییرات به قدر آرام باشه که به طور موضعی ترمودینامیک رو داشته باشه. مثال آوردم برات، انفجار یه بمب رو نمیتونیم بگیم که در قالب ترمودینامیک میگنجه، یه زلزله رو نمیتونیم بگیم که در قالب ترمودینامیک میگنجه. دانش های دیگری هست که بهشون میپردازن، نمیدونم کاتاستروف فلان و این چیزا، ولی اونا ترمودینامیک نیست، مکانیک آماری نیست. صحبت رو ببینم. قبل از آنی که به تعیین اف برسم، حالا این چگالی رو پیدا کردیم، ببینید دوباره میگم F چگالی بودن میکروحالت آی در یه نقطه در این فضای فاز، چگالی بودن میکروحالت آی، چگالی احتماله، چگالی احتمال بودن آی در نقطه کیو آی پی آی در فضای فاز. به چه درد میخوره؟ بپرسیم این چگالی الان به چه درد میخوره؟ خب یه خاصیتش اینه که انتگرالش روی تمام فضای فاز باید یک باشه، بنا به تعریفی که کردیم. دوم، اگر من بدونم وقتی که سیستمم در این نقطه از فضای فازه، اون وقت همیلتونی رو میدونم دیگه، درسته؟ اگر کیو آی پی آی این نقطه رو دارم، اونم همیلتونی، میتونم بگم که متوسط همیلتونی چقدره؟ یا اگر یه خاصیت دیگری دارم، مثلا فرض کنید که اینا اسپین دارن، ذرات اسپین دارن، و اون وقت اسپین هر ذره را میدونم، اینم چگالی احتمالش، میتونم اسپین ضرب در این احتمال و بعد متوسط بگیرم روی انسامل، میتونم دیگه. مثلا همین الان انرژی درونی رو اینطور می‌نویسم، کجا رو پای کنم؟ این کمیت H ضرب در F، این نوشتنش یه خورده مشکله، بذارین این رو من ساده بکنم، دی اومیگا در فضای کیو ها، دی اومیگا در فضای پی ها، یا اگر گیر کردم کلشو بگم دی اومیگا، دی اومیگا. این چه تعبیری من باید به این کمیت بدم؟ اگر در نقطه در این نقطه باشه، احتمالش اینه، احتمالش اینه که در این نقطه باشه و در این نقطه همیلتونی اینه. اگر این رفت به اینجا، همیلتونی هم باید در این نقطه حساب بشه، ضرب در احتمالش و بعد جمع بشه، معنیش چی میشه؟ کل انرژی دیگه، پس بنابراین یوه،
میتونین فشار رو حساب بکنین بر جدار ظرف. متوسط انرژی. نه انرژی کل میشه. انرژی کل میشه دیگه. روی تمام فاز‌های فاز روی تمام میکروحالت ها من با احتمالشون متناسب با احتمالشون متوسط گیری کردم دیگه. میتونین فشار رو حساب بکنید. فشار چطور؟ فرض کنین که این جداره ظرفمونه. حجم وی چطوری بکنم این رو؟ این امتداد اکس ها باشه. دیواره این دیواره ابعاد A B C ابعاد A B C این دیواره X مساوی A این دیواره است دیگه نه؟ X مساوی با A این دیواره است دیگه درسته؟ و وقت مومنتوم پی اکس بره بخوره به دیوار و با همون سرعت برگرد چقدر مومنتوم منتقل میکنه؟ دو پی اون وقت در یه ثانیه چند تا از اینا هست که بره اون طرف؟ یه استوانه بگیرین به طول وی اکس در طول یک ثانیه همه اینا میرسن به اون دیوار میخورن و برمیگردن حجم اون استوانه حجم اون استوانه خواهد بود ام ای بی این مساحت چقدره؟ ام A این وره C این وره M A C ضرب در نه A C این نباید می نوشتم حجم استوانه V در امتداد X ضرب در مساحت A C الان اینجا بنویسم حال ها؟ این تیم باید یه استوانه گرفتم که یه طول یه طرفش طوله ویه طولش ویه حجم این استوانه رو میخوام حساب بکنم اون وقت ولی خود این پی اکس تقسیم بر ویه حالا بگیم یک سوم از اینا ببخشید نصفش میره اون بر نصفش لابد میاد این بر دیگه میخوای نصف بکنی چیز شبیه نمیخوام دقیق این چیز بکنم بعد این رو ضرب بکنیم به F انتگرال بگیرین روی دی اومگا این چیزی متناسب با فشار خواهد بود که روی دیوار چیز میشه بنابراین F رو اگر داشته باشیم هر کمیتی که به هر کدوم از ذرات بتونیم نسبت بدیم میتونیم متوسط اون رو روی آنسامبل حساب بکنیم و یه پارامتر حالت خواهد بود متوسط گیری ها مال تمام آنسامبله و بنابراین متوسط روی آنسامبله و پارامترهای ماکرو هستن ماکرو حالت ها هستن بنابراین کارایی این F به دست آوردن ماکرو حالت ها خواهد بود پارامترهای ماکرو خواهد بود اجازه میده متوسط گیری بکنیم روی میکرو حالت های آنسامبل و ما را میرسونه به
چیز این ارتباط که دنبالش میگردیم بین مکانیک آماری و ترمودینامیک از طریق این اف خواهد آمد. چگالی احتمال، چگالی بودن سیستم، حالت میکرو در هر نقطه فضای فاز، چگالی احتمال بودن سیستم در یک میکرو حالت خاص که در این صفحه مشخص میشه. دا قبل از این بذاریم از خودمون بپرسیم که چگالی، ببخشید، حجم اون حجم دی اومگا پی دی اومگا کی اگر خودش رو انتگرال گرفتیم اونا چقدرن؟ حجم فضای فاز چقدره؟ به تب بی‌نهایت نیست. خب اقلا حجم دی کیو بی‌نهایت نیست. برای هر کدوم از ذرات چقدره؟ درست. وی به توان سه. هر کدوم از دی کیو یک، دی کیو دو، دی کیو سه مال یه ذره بگیرین، اون انتگرال بگیره میشه حجم کل. حالا به ان تا از اینا دارین میشه وی به توان ان نسه. و اما این حجم فضای دی کیو، حجم فضای دی پی چقدره؟ خب دی پی باید از خودمون بپرسیم که این یه ذره‌ای که حرکت میکنه دی پی اکس دی پی، یه ذره دی پی اکس دی پی وای دی پی زد محدودشون چقدره؟ درسته؟ به طبع انرژی بی نهایت نداریم تو این اتاق، درسته؟ یه ذره ممکنه حرکت نکنه و انرژی سینتیکش هم کاملا صفر باشه. یه ذره ممکنه خیلی سریع حرکت بکنه و تمام انرژی موجود در این اتاق رو به خودش اختصاص بده. و ولی خب ما این ذره داریم در اینجا. ببینیم، بنابراین الان یه کار دیگه میخوام بکنم. حجم فضای فاز چقدره؟ به اینجا که میرسیم باید یه چیز رو من روشن بکنم. این انسامبل رو چطور من درست کردم؟ پارامترهای ماکرویی که دارن چیه؟ من یه حالت ساده در نظر بگیرم. تمام این سیستم ترمودینامیکی یه جعبه باشه، دور برش هم عایق بکنم، با بیرون نه گرما نه سرما تبادل نکنه، کار هم تبادل نکنه، یه سیستم مجزا باشه. انرژی داخلی یوش یه مقدار ثابتیه و تغییرم نخواهد کرد بر حسب زمان. این فرق میکنه با اینکه من یه آنسان درست بکنم بگم که همشون در دمای تی هستند، انرژی متوسط یو دارن ولی همیشه یه فلکچویشن ممکنه داشته باشن با محیط اطراف. ببینید دو جور انسامبل الان من دارم براتون میسازم. یکی انرژی یو دقیقاً ثابت باشه، یکی اینکه دما ثابت باشه روی اعضای انسامبل. اون وقت دما ثابت بودن معناش این نیست که یو دقیقاً ثابته، متوسط یو ثابته، برای اینکه در دمای ثابت همیشه یه فلکچویشن وجود داره. این عضو از انسامبل دقیقاً انرژیش با این عضو از انسامبل یکی نخواهد بود.
و با این یکی برابر نخواهد بود. ولی به طور متوسط همشون یو خواهند بود. این میشه دو نوع انسامبل. اصلا اسمم خواهم داد به این دو انسامبل بخصوص اسمم خواهم داد. اولی رو خواهم گفت انسامبل میکرو کانونی، دومی رو خواهم گفت انسامبل کانونی. انسامبل میکرو کانونی انرژی کل دقیقا ثابت، انسامبل میکرو کانونی دما ثابت، دمای ترمودینامیکی ثابت، ولی انرژی درونی فلکچویشن اجازه خواهد داشت فلکچویشن داشته باشه. خب من با انسامبل میکرو کانونی الان کار بکنم، بپرسم که انتگرال دی اومگا کیو چقدره. این یعنی دی کیو یک، دی کیو دو، دی کیو سه برای ذره یک. خود این به تنهای ویه، واسط های دیگر هم باز ویه. این انتظار دارم می بتوانه این باشه. دی اومیگا چقدره؟ دی اومیگا پی اینم مساوی دی پی یک، دی پی دو، دی پی سه تا آخر. ولی چون یو رو ثابت گرفتم، یو مساوی سامیشن یک بر دو ام پی آی به توان دو یا روی آی یا مجموعه پی آی به توان دو مساوی دو ام یو. اگر من فقط یه ذره داشتم این رو چطور می‌نوشتم؟ پی یک دو، پی دو دو، پی سه دو مساوی دو میو. این دایره است دیگه، نه؟ و اگر مقدار ثابت باشه یعنی سطح این دایره. خب اگر یه ذره داشتم سطح دایره سه بود، سطح دایره در سه بود. دو تا ذره داشته باشم باید شش بود فضام داشته باشه، فضای مومنتوم هم. وقت چی بگیم از ناچاری؟ بیایم همین اصطلاحات معنوسمون رو انتخاب بکنیم، بگیم که یه دایره در شش بود، سطح یه دایره در شش بود. اگر این ذره دارین بگیم که سطح یه دایره، یه کره ببخشین، دایره نه کره میباس میگوید، سطح یک کره در سه ان بود. بله اون پنج دقیقه جلوه. خب خیلی خوب، اگر این رو با این قید بنویسین، این دی اومیگا دی اومگا عبارت است از این عبارت است از پی به توان فی دوم فی سه اینه، یادتون باشه، تقسیم بر فی دوم فکتوریل و بعد دو ام یو به توان فی دوم. این شعاع دو ام یو
رادیکال دو امیو شوهای این عبارت هست است. حالا دیکی و دیپی رو ضرب بکنیم با. میمونه فردا چیکار بکنیم؟ بالاخره این اف رو چطور پیدا بکنیم؟ چه اصل جدیدی رو بپذیریم؟ به معلوماتمون اضافه بکنیم به انبار این اصول موضوعی که وضع میکنیم تا اینکه ما رو راهنمایی بکنه به پیدا کردن این اف. اگه اف پیدا کردیم یه مقدار زیاد از مکانیک آماری رو یاد گرفتیم. خب هر کی میخواد بره به کلاس بعدش بره.